سلام به همگی. خب بهرام گور هفت شب هفته به نوبت به دیدار هفت عروسش در هفت گنبد رفت و اونا هم هر شب یه افسانه براش بازگو کردن. اصل داستان هفت پیکر تا اینجا تموم شده. چیزی که این جلسه و دو جلسه آینده میخونیم یه داستان نسبتاً کوتاهیه درباره آگاه شدن بهرام از خیانت وزیرش راست روشن و آخر کتاب هم مدح دوباره کرپرسلان. کشی خاقان چین بار دوم. چون به تسلیس مشتری و زحل شاه انجم زهود شد به حمل، یعنی بهار شد و خورشید از ماه اسفند رفت توی ماه چیز، این که میگه بهار شد 40 بیت بعدش در وصف بهاره، تا 2-3 صفحه دیگه میگه که خب اون روز این خبر رو دادن به بهرام که آقا خاقان چین دوباره داره حمله میکنه. خیلی قشنگه و خیلی هم سخته، من بعضیش اصلا نفهمیدم چیه. این صدایی که توی بک‌گراند میاد صدای آتش بازیه، ببخشید من دیگه اونو کارش نمیتونم. گای فاکس؟ آره. من داشتم با سید مرزاد میگفتم این هفته دیوالی و گای فاکس با همه. یه خورده هندیا و انگلیسی ها با هم رقابت دارن سر اینکه کی بیشتر شلوغ کنه. دیوالی میچرخه یا همیشه همینجوریه؟ یه کمی عقب جلو میره ولی ها. آره حدوداً ثابت. سبزه خضروش جوانی یافت، چشمه آب زندگانی یافت. ناف هر چشمه رود نیلی شد، هر سبیلی به سلسبیلی شد. مشک برش گشت خاک عودی پوش، ناف خر گشت باد ناف فروش. اینو توی پاورقی گفته که بعضی نسخه ها مشک بو و ناف خو هن، ولی من یعنی مصحح مشک بر و ناف خر ترجیح داده که حالا اونجا چون ناف فروشه ناف خر میخوره، ولی مشک بر اصلا نمیدونم یعنی چی. جانم سامان، جانم مرزاد، نافخر شبیه فوشیه که مثلا آهوا با هم دیگه بدن. دو تا آهو با هم دیگه دواست بشه روز که نافخر. آره اینجا این نافخر رو به خود مرحوم خشکیده دهن تقدیم میکنی. اما مشکو و نافخو خودش قشنگتره، شاعرانه تره به نظر من. آره حالا به آخر بقول که مشک بر دیگه آخه اصلا معنی هم نداره. خودش یه چیزی اون پایین توضیح داده، یعنی بر و اندام خاک مثل مشکین شد. باشه آره. ممنونیم از توضیحش. خب بخون. اعتدال هوای نوروزی راست رو شد به عالم افروزی. باد نوروزی از قباله نو با ریاهین نهاد جان به گرو، یا با ریاهین نهاد. یه خورده این چیز مصرع دومش من درست نمیتونم بخونم. باد نوروزی از قباله نو با ریاهین نهاد، اون نون و نهاد رو باید مثل که با هم ادغام کنیم. با ریاهین نهاد جان به گرو. مشکلش چی علی؟ دو تا نون پشت سر هم داره؟ من یه این ریاهین بخوام مکس کنم. با ریاهین نهاد جان به گرو. آن دیگه. دیگه آره، یعنی با ادغامشون باید بکنیم. آره نهاد. رستنی سر برون زد از دل خاک، زنگ خورشید گشت از آینه پاک. شبنم از دامن اسیر نشست، گرمی اندام زمهریر شکست. حرف کافوری از گریوه کوه، رود را زاب دیده داد شکوه. سبزه گوهر زدود بینش را، داد سرسبزی آفرینش را. اینو اینطوری که آقای گفته میگه که یعنی دیدار سبزه گوهر چشم بینش را روشن کرد، که من خیلی باز نمیفهم یعنی چی. کسی میتونه اینو معنی کنه؟ یه باوریه نگاه کردن به سبزه چشمو قوی میکنه. اشاره به اون نداره؟ بینش را زدود گوهر زدود
حالا بینش قبول چشم، ولی زدودن اینجا چیه؟ این معنی همون جلا دادن و سیقلی کردن، روشن کردن نیست؟ یعنی صاف کردن. ببین سبز گوهر زدود بینش را، یعنی گوهر سبز بینش را زدود رو مثلا اینجا در نظر بگیر که زنگار آینه رو مثلا پاک کردن زدود، یعنی فعل متعدی در نظر نگیر، فعل لازم در نظر بگیر. مثل همون دو بیت بالاتر که زنگ خورشید گشت از آینه پاک مثلا. سامان جان چی میگی؟ یه تصحیح هم دارم اینجا میبینم که نموده سبز گوهر نمود بینش را. آها آقا من یه جور دیگه هم میخونم، من یه جور دیگه هم میخونم با همون تعریف مهزاد، یعنی سبزه گوهر بینش را زدود. فکر کنم ریحانه هم همینو گفت. خب یعنی چی زدود؟ آره یعنی خب زدودن به معنی صیقل دادن. آره اوکی، همون که ریحانه گفت. آره نمودم قشنگه به نظرم. من خودم به این نتیجه رسیدم، بعد دیدم ریحانه همینو سریع‌تر فهمید. آفرین. نرگس تر به چشم خواب آلود، هر که را چشم بود خواب رو بود. باد صبح از نسیم نافه گشای، باد صبح از نسیم نافه گشای، بر سواد بنفشه غالیه سای. سرو که سایه بادبان زده، جعد شمشاد را به شانه زده. چشم نیلوفر از شکنجه خواب، جان در انداخته به قلعه آب. قنچه های نو از شکوفه شاخ، کرده لؤلؤ چو برگ لاله فراخ. سوسن از بحر تاج نرگس مست، شوشه زر نهاده بر کف دست. از شمایل شمامه های بهار، بی قیامت ستاره کرده نثار. شنبلید سرشک در دیده، زعفران خورده باز خندیده. خواهی یک رو توضیح بده. اصلا من چیزشو نفهمم، مخصوصا من گیاه شناسیم خیلی ضعیفه. سوسن گفتیم سفید، نرگس زرده. نرگس هم میتونه سفید. من دو بیت بالاتر توضیح بدم. آه توضیح اون چشم نیلوفر رو میخوام بگم، بیت درخشان نیلوفر. چشم نیلوفر از شکنجه خواب، جان در انداخته به قلعه آب. نیلوفر همچه تو مرداب سبز میشه، تو آب سبز میشه، داخل آب سبز میشه، بعد برگاش روی آب پهن میشن. این من برای فرار از شکنجه خواب خودش رو به قلعه آب زنهار گرفت، پناه برده به اونجا. منو یاد اون وسط آبی، یعنی اون مردابی که دورشه رو مثل یه قلعه مثلا دیگه خریه. اون شعر فکرم مال دوست سامان مسعود سعد بود، مال کی بود؟ سرش کنم. حازا ما را به جز خیال از فکری دیگر نباشد. آره سامان صابوجی. ما را به جز خیال از فکری دیگر نباشد، در هیچ در خیالی زین خوبتر نباشد. بعد بیت دومش میگه، آره ببلش کن، بیت دومش میگه ما با خیال رویت منزل در آب دیده کردیم، تا کسی را بر ما گذر نباشد. خیلی درخشان اینم، خیلی شبیه به اینه. یعنی تو در قلعه در داخل آب پناه بردی که کسی به تو دسترسی نداشته باشه. خیلی پناهگاه خوبیه. این منو یاد اون انداخت. خواستم این بیتو دقت کنید بهش، خیلی قشنگ. بیتوی بعدی رو میسپارم به خودتون. این شنبلید سرش در دیده رو هم بگو دیگه. مثلا من دیدم شنبلید چه شکلی هست. شنبلید گلش زرده. آه برش هم میگه زعفران خورده باز خندیده دیگه، یعنی زعفران خورده یعنی زرد شده. خب همین جوریش گل گریانیه سرش در دیده. سرش در دیده فکر کنم شب نماینا رو تداعی میکنه. آه. فکر میکنم یعنی حدث من از شعر اینه. آره چیزم خود وای دست آدم منظورش اینه که اون انقدر آره، یعنی این شنبلیدی که سرش یعنی همیشه هم چیزه، انگار انقدر از خنده اشکش در اومده مثلا. ممکنم آره، چون زعفران خنده آوره.
از زردیش رو به زعفران خوردن تعبیر کرده، بعد میگه انقدر که خندیده سرش کرده درش اومده که اون شبنم باشه. کاتب الوحی گل به آب حیات، بر شقایق به خون نوشته برات. اینو میفهمم من تعبیرشو، یعنی که آقا گل که گل سرخ باشه مثل یک نویسنده وحیی برات نوشته واسه شقایق که مثلا تو خون رنگ باش. برگ نسرین به گوهر آمودن، شاخ سوسن به توتیا سودن، جد بر جد بسته مرزنگوش، دیلم آسا فکنده بر سر دوش. مرزنگوش که نمیدونم چی چیه. گلی خوشبو. چی؟ گلی خوشبوی که برگ در آن به شکل گوش موش است. یا آورد است. نه بکنم نوشته گلی خوشبوی که در حمام روید. بعد این گلش رو به پشت میندازه، چون این چیزی که تعبیر کرده این جعدش رو دوشش انداخته. مرزنگوش جد بر جد بسته، دیلم آساف گنده بر سر. این دیلمیان موشون اطمان اینجوری میکردن حتما. دیلم به معنی علم و نه معنی نیزه است هم هست. آره دیلم هنوز هم این معنی رو داره، با یک میله خیلی بلندی. آره. که مثل ابزار اهرام. مثل اهرام. آره ولی اینجا فکر کنم دیلم آسا همون دیلمی ها باشه. مثل دیلمی ها جهدش رو انداخته رو دوشش. نزبس بلند بوده. هفت چی گفته استاد؟ هفت همینو گفته، یعنی مانند دیلمیان. این نه گفته دیلم شهریست در حدود گیلان که مردم آن موی انبوه و مجعد دارند. مرزنگوش هم همون توضیحی که مرزاد داد. گشته هم برگ و هم گیا رازی، این به مقرازه آن به مقرازی. میگه که برگ و گیاه مثل فرش، نقش رویدن برگ روی گیاه رو تشبیه کرده به فرش بافتن. مقرازه و مقرازی چی شد؟ مقرازه قیچیه، مقرازی قالیه. یعنی چی؟ خب این به من نمیفهمه. گشته هم برگ و هم گیا رازی، این به مقرازه آن به مقرازی. وای دستگیردی میگه که چون در بافتن قالی مقراز به کار میرود، برگ ها را به مقراز شبیه کرده، سبزه را به مقرازی که قالی باشه. جانم مقرازی لباسی هم هست، حالا خیلی هم فرقی نمی کنه. همون لباسی که به دلیل اینکه شبیهش رو دیدید احتمالاً بلنده، بعد این پرزاش رو می چینن، یعنی مثل فرش که روش. آره آره آره، به این خاطر مقرازی نامیده میشه. احتمال داره همچین فرشی هم همچین نامی داشته باشه. سنبول از خوشه های مشکنگیز، بر قرنفل گشاده عطسه تیز. چیزش قرنفل دیگه، درست خوندم؟ قرنفله. بله بله قرنفل. یعنی که رولف سنبول قرنفل رو به عطسه انداخته. ببخشید علی معذرت میخوام، میگم این گشته هم برگ و هم گیار رازی، این به مقرازان به مقرازی، به بیت قبلش برمیگرده دیگه احتمالا. یعنی چون ناکن این مرزنگوش نکه برگاش مثل گوش موش میمونه، انگار مثلا با قیچی مثلا برگا رو بریدن. بعد اون گیاه هم که این یه چیزی به دوش خودش افکنده، میگه هم برگه به اون برشش راضیه، هم اون خود اون بوتهه به اون لباسی که رو دوشش افتاده راضیه. فکر کنم
یا به اون سر شده. سامان نظر چیه؟ میوتی بازم میوتی یه لحظه آمیوت شدی ولی دوباره میوتی. داشتم الان تصویرش رو میدیدم، مرجرم رو ببینید هرچی هست. آره این دوتا با هم مربوطه و این ربطی به بله بله مرجرم مر صدا دوباره قد شد. آره M A R M A R M A R J O R A N یک ربطی به ظرافت این گله داره، یعنی واقعا مثل بافت میمونه برگ و گل و کنار هم که ببینید. پس برگ و گیاه همون مرزنگوش و برگشه. خوب داده خیری، این خیری گل خیریه یا گل خیریه؟ داده خیری به شرط همعهدی یاسمن را، من خیری خوندم همیشه، داده خیری به شرط همعهدی یاسمن را خط ولیعهدی. بوی سیسنبر از حرارت خیش، عقرب چرخ را گداخته نیش. قنچه با چشم گاو چشم به ناز، مرغ با گوش پیلگوش به راز. من هیچ کدوم از این گلا رو به جز گل سرخ قیافش رو نمیدونم چه شکلی. آقا صبر کن صبر کن میخونم بذار بخونم بعد برمیگردیم. بوی سیسنبر چی شد؟ چی؟ بوی سیسنبر از حرارت خیش عقرب چرخ رو. خب این سیسنبر چیز بوده، به دوای عقرب بوده. آها دوای عقرب گزیدن بوده. آها خب ببونه رو میگه، من نمیشنم چیز دارم. میگه خلاصه سیسنبر انقدر گرم شد که عقرب معمولی نه عقرب چرخ و نیششو گداخت. آها عجب. آره گفت اون خیری هم بنفش هست دیگه گلن. اه نمیشنم. داده خیری به شرط هم عهدی یاسمن را خط ولی عهدی، یعنی گفت آقا اگه همزمان با من در اومدی ولی عهد من باش. حالا خلاصه قنچه و گاوچش با همدیگه داشتن عشق بازی میکردن، مرغم با پیلگوش. گل کافور بوی مشک نسیم، چون بناگوش یار در زر و سیم. بحبا. مشک بید از درخت عود نشان، گاه کافور و گاه مشک فشان. ارغوان و سمن برابر بید، رایتی برکشید سرخ و سپید. زافت بید برگ باد خزان، شاخ پربرگ بید دست گزان. این بید برگ یه جور پیکانه، یعنی چیزی فکر کنم قبلا سامان اشاره کرد، یه جور سرتیره این چیز. حالا نمیدونم وسط یعنی اول بهار شاخ پربرگ بید چرا نگران باد خزان بود، ولی خلاصه اون بیدبرگ رو با شاخ پربرگ بید اوورده، یعنی مثلا باد خزان تیر مینداخت، یعنی شاخ بید نگران بود که نکنه باد خزان به من تیر بندازه. حالا اول بهار رفته وقت همچین نگرانی نیست، ولی به هر حال شاد بهانه دیگه پیدا نکرده برای اینکه بیدبرگ رو بیاره اینجا توی بیتی که مربوط به بید بوده. حالا خیلی هم بیراه نیست دیگه، مثلا تصویر بیدو دیده که مثلا انگشت به دهنه. آه. چرا انگشت به دهنه؟ مثلا ترسیده. چرا ترسیده؟ نکنی این بهار کوتاهی باشه زود خزان جاد یا اینا. آره آره دارم تصویرش اینه که این شاخ پربرگ بید داره دستشو میگزه، از اون اثر باد خزانیه که اون موقع بوده، هنوز جاش خوب نشده. معنی میده.
ولی مثلا میدونیم به اون تصویر جوش و خروش بیتای قبل و بعدش نمیخوره دیگه. گل کمر بسته در شهنشاهی، خاک چون باد در هوا خواهی، بلبل آواز برکشیده چو کوس، همه شب تا به وقت بانگ خروس، سرخ گل را به سبز میدانی، پنج نوبت زنان به سلطانی، بر سر سرو بانگ فاختگان، چون طرب رود دل نواختگان. این طرب رود یعنی رود طرب انگیز، همون رود ساز، بقیه شان که مشخصه دیگه. نای قمری به ناله سحری، خنده برده ز کام کبک دری، بانگ دراج بر حوالی کشت، کرده تقطیع بیت های بهشت. جانم این خنده کبک کلن چیز معروفیه، یعنی صدای کبک صدای دلنگیز و خشنگیه. قمری اینقدر خشنگ ناله در سحر ناله میکنه که اصلا خندهش رو از اون برداشت. هنوزم توی مثلا میشنوام توی قدیمی ها نسبت میان سالا توی سمت خودمون راجب خندیدن خانومی که خانوم هایی که زیبا میخندن این کلمه به کار میبرن. آره کلمه هستن میگن که تو بگمش، مثلا میگن شاقنه. این شاقنه صدای کبک میگن شاقه شاق توی کردی، برای صدای کبک میخوام بگم صدای کپ اونقدر منحصر به فرد هست که برای خودش اسم داره. جالب. برعکس آره اینجوری. جالب. و صد میگم خنده زیبا رو به این تشبیه میکنن. اینجا این اشاره به خنده کپ به اون اشاره. جالب. گفتی چی شاقنه؟ فعلش اینه. خود خنده رو میگن شاق شاق. انگار صدای شاق شاق مثلا در میاره. جالب. مرسی. ها اون بیت قبلی آخر صفحه قبل دل نواخته خیلی به نظرم مدرن و جالب بود. آیا اشتباه میکنم؟ نه یونیکه، مثل بی تویی که دیشب داشتیم. یعنی این کلماتی رو خیلی قشنگ درست میکنه و امروزی و زیبا. دل نواخته یعنی کسایی که از رو دلشون با دل و چیزشون می نواختن؟ دل نواز رو داشته باش. دلنواز یه صورت دیگه از دلنواز. نه اینجا الان نواختن منظورم نواختن سازه. آره دیگه اونم هست. خیلی زیبا و مدرنه، چون تربرود دلنواختگان. زندباف از بهشت نامه زند، در شب آورد و خواند حرفی چند. این زندباف یعنی بلبل و فاخته. از قسمت بهشت‌نامه زند در شب چند حرف خوندن. عندلیب از نوای تیزاهنگ، گشته باریک چون بریشم چنگ. مثل ابریشم، اون تار ابریشمی چنگ باریک شده بود از بس خلاصه نواش تیزاهنگ. باغ چون لوح نقش پند شده، مرغ و ماهی نشاطمند شده. لوح نقش پند، اون لوحی که روش نقاشی کشیده باشن، مثل تابلوی نقاشی شده بود. باغ چون لوح نقش پند شده، مرغ و ماهی نشاطمند شده. این تا حالا توصیف بهار بود. شاه بهرام در چون این روزی، کرد شاهانه مجلس افروزی. از نمودار هفت گنبد خیش، گنبدی ز آسمان فراخته بیش. یه گنبدی به شکل هفت گنبدش درست کرده بود و نشسته بود اونجا. رسید پیکی چست، راه ششتاق هفت گنبد جست. اون چاربند یه کولهی بوده مال پیکای پیاده. این که میگه چهار بندی رسید پیکی چوس، یعنی یه پیک پیاده‌ای رسید و دنبال ششتاقی کاخو گرفت، اونجایی که شاه می نشست. چون در آمد در آن بهشتی کاخ، شد دلش چون در بهشت فراخ. دلش با شد، کرد بر خسرو آفرین دراز، کافرین کرده بود برد نماز. گفت باز از نگارخانه چین، جوش لشکر گرفت روی زمین.
ماند پیمان شاه را فقفور، شد دگر ره ز نیک عهدی دور. اون ماند پیمان شاه را، یعنی مثلا پیمان شاه و گذاشت زمین، یا پیمان از پیمان شاه خلاصه رد شد، بعد عهدی کرد. ماند پیمان شاه را فقفور، شد دگر ره ز نیک عهدی دور. چینیان را وفا نباشد و عهد، زهرناک اندرون و بیرون شهد. لشکری تیغ برکشیده به اوج، تا به جیهون رسیده موج به موج. اومده دیگه تا لب جیهون دوباره رسیدن. سیلی آمد گرفت صحرایی، هر نهنگی دروچ و دریایی. گر شهین شوق را بدارد پاس، چینیان خون ما خورند به تاس. اینو تو پاورقی اشاره کرده که نسخه های دیگه به جای بدارد ندارده، به نظر من بهتر میخوره. اگه بخوایم با ندارد بگیم یه گرشه این شوق را ندارد پاس، یعنی خلاصه به کار چینی ها اگه نرسه. این با بدارد که نوشته، اون وقت این شغل میشه همین شرابخاری و اینا. یعنی اگه شاه به شرابخاری ادامه بده، چینیان خون ما خورند به تاس. شه چو از فتنه یافت آگاهی، در بلا دید عافیت خواهی. پیشتر زان که در سرایت دام، دامن از می کشید و دست از جام. رای آن زد که از کفایت و رای، خصم را چون به سر درآرد پای. جز به گنج و سپه ندید پناه، کاولت نصرت است گنج و سپاه. چون سپه باز جست پنج ندید، چون به گنجینه رفت گنج ندید. این پنج ندید و پاورقی گفته که یعنی پنج نفرم توی سپاه پیدا نکرد. نمیدونم این اشاره نیست به اون پنج تا لشکری که ایران داشته قدیم، پنج سپاهی که داشته. نمیدونم جانم، والا اینجوری خیلی استفاده میشه توی این سالها که پنج نفرم ندید دو نفرم ندید، و دقیقا همینجوری استفاده کنن. واسه همین معنای اول رو من همین ببینم که چهار نفرم نبود، ولی اینکه معنی ثانویش باشه بله میتونه کامل بشه. هم توهی دید گنج آکنده، هم سلیح و سپه پراکنده. ماند عاجز چو شیر بیدندان، طوق زنجیر و مملکت زندان. شیر بیدندان که مشخصه، خیلی تعبیر قشنگی هم هست. این طوق شاهی که به گردنش بود، انگاری که زنجیرش شده باشه و مملکت شده باشه زندانش. از مثلا چون بیچاره بود و دستش به جایی نمی رسید، برعکس شده بود معنی طوق و مملکت براش. شه شنیدم که داشت دستوری، ناخدا ترسی از خدا دوری. نام خود کرده زان جریده که خواست، راست روشن ولی نه روشن و راست. یه وزیری داشت به اسم راست روشن، ولی آدم عوضی بود. روشن جانم، من یاد چیز میندازم، اون دعوای سروش و زیبا کلام. و سروش گفته بود که این آقای زیبا کلام این صادق زیبا کلامه که نه کلامش زیباست نه خودش صادقه، نه صادقه نه کلامش زیباست. این راست روشن هست زالی، نه راست نه روشن، نه روشن و راست. من دقیقا به صادق زیبا کلام فکر کردم، ولی نگم دیگه. هنوز تو این ده دوازده تو این ده مثلا بیست جلسه اخیر چهار پنج بار پیش اومده که تو یه چیزی گفتی که من داشتم همینو می‌خواستم بگم، تو گفتی. اصلا کاملا من میگفتم حالا ولش کن دیگه، حالا اسمشو نمیگم. دقیقاً داشتم اون فکر می‌کردم. حالا یه چیزی دکتر ذبیحی نوشته گوشه خالی از لطف نیست بخونم براتون، این در مورد راست روشن. گفته که صورت دیگری از روش یا روش نیست، ارتباطی با روشنایی نداره. نظامی مسئله را به درستی متوجه نشده، یا شاید متوجه شده اما توجیه شاعرانه کرد. آره، راست روش معنی میده به اسم، به معنی اسم ها چیز دیگه. راست روش، راست روش. آره، اون نون پهلویش هنوز هست.
روشن و راستیش بس باریک، راستی کوژ و روشنی تاریک. داده شهر را به نام نیک غرور، ووز تعلیق نیک نامی دور. تا وزارت به حکم نرسی بود، در وزارت خدای ترسی بود. اون توی سری قبل که بهرام مملکت رو سپرده بود دست به نرسی و اونم به پسراش داده بود، نرسی بده بود، ولی حالا میگه که بازم صد نمت به نرسی که خدای ترسی داشت. راست روشن چزو وزارت برد، راستی ها و روشنی ها مرد. شه چو مشغول شد به نوش و به ناز، او به بیداد کرد دست دراز. فتنه می ساخت، مصلحت می سوخت، ملک می جست و مال می اندوخت، یا ملک می جست و مال می اندوخت. نایب شاه را به زرد و به زیب، داد بر کیمیای فتنه فریب. گفت خلق آرزو طلب شده اند، شوخ و گستاخ و بیادب شده اند. نعمت ما زراح سیریشان، داده در کار ما دلیریشان. ملت شکمشون سیر شده، تو روی ما میستن. گر نمالیمشان به رای و به هوش، ملک را چشم بد بمالد گوش. مردمانی بدند و بدگوهرند، یوسفانی ز گرگ و سگ بترند. گرگ را گرگ بند باید کرد، رقص روباه چند باید کرد. این گرگ بند کردن ظاهراً یه مجازات گرگ بوده که گرگو که هم مثلا حمله میکرده به گله و میگرفتنش، همونجا زنده میبستنش به یه چوبی چیزی برای اینکه چیز بشه، خلاص عبرت گرگای دیگه باشه. تمام داره چی؟ ببخشید علاوه بر این کارو میکردم، من میآوردم توی روستا میچرخوندنش که بقیه کسایی که گله دارن به این کسی که گرگو گرفته زنده آورده یه مثلا مزدی پاداشی میدادن، دستخوشی میدادن. آره دی دستخوش میدادن که بها گرگو زنده گرفته هم جلوگیری کردن که بعدا گوسفند شما رو بخوره. آره دیگه چیز این هم هست، ثابت میکنه که آقا مثلا یه گرگ دیگه ای رو نیوردن، مثلا این لاشه رو دو دفعه نفروختن، میدونی زنده است. درست چی؟ نمیدونم، رقص روباه من چیزی پیدا نکردم براش. نکنه همون ربقانه. ربقان چی چیه؟ ربقانو که داشتیم توی قبل استفاده کنیم مازد دوست کلماتو استفاده کنیم دیگه، طرز راه رفتن روباه. آها راست میگی آره کلنگ آدم رفته بود. ولی این روباه بازی رو دیشب توی کلیدمنه نداشتیم، گفت که روباه بازی و شیر شکاری، گفت که زنی داشت در بدعهد هم عهدش روباه بازی. آره چرا، همین اول حکایتیه که امروز بعد بخونیم تا سرمون خونیم دیگه. آره تو سر این خونیم. درودگر زنی داشت به وعده روباه بازی و به اشوه شیر شکاری. بین روباه و بازی و اینا یه ارتباطی هست. ولی به هر حال من فکر میکنم که این رقص روباه یه جور مماشات باید باشه دیگه، یه مماشات با مردم بد بسته و باید گرگ بندشون کرد. خاکیانی که زاده زمیند، ددگانی به صورت آدمیند. ددگان بر وفا نظر ننهند، حکم را جز به تیغ سر ننهند. خوانده باشی ز درس غمزدگان، که سیاوش چه دید از ددگان. جاه جمشید خار چون کردند، سر دارا به دار چون کردند. مالشان حوزه است و ایشان سیر، گنده دابر به حوز ماند دیر. این داره میگه که چیزشون میگه که این پولی که دست رعیته مثل آبیه که تو حوض مونده و گندیده، باعث مثلا کثیفی حوض هم شده. مثلا حوض میخوای چیز بشه، مثلا لجن نداشته باشه، باید آبش رو بکشی. ما هم باید این پول رو از دست رعیت بیاریم بیرون که اخلاقشون خوب بشه. آب که از خاک تیره فش کرد. جانم به خدا نوشته رقص روباه کنایه از تجاهل و تقافل کردن باشد در کاری به عمد. مثلا یه جوری عادت روباهی که برای اینکه نشون بده من شما رو نمی‌بینم برای خودش مثلا. حالا یه چیز
بی ربط افتادم که خیلی هم بی ربط نیست. توی انگلیس توی آمریکای رقصی داریم یه فرام فاکس تروت. من بخواهم ترجمه کنیم میشه رقص فاکس تروت؟ مگه لونه روباه نمیشه؟ اسم رقصم هم هست. آره اسم رقصم هست. رقصش در واقع منو یاد با دست پس زدن با پاپیش کشیدن میندازه. یعنی یاد این اون رقصش اینجوریه، یعنی هم با هم میرقصن هم با هم نمیرقصن. فاکس ترو یه اسم دیگه هم هست اسلو فاکس. خیلی چیز قدیمیه ولی این فاکس ترو تو اون الفبای ناتو واسه حرف اف به کار میبرن. من همیشه فکر میکردم لونه روباه. نمیرسن یه رقص هم هست. نه تروت فکر میکنم یکی رو رفتنه دیگه. آره تراد کردن برای اس مثلا میشه یورتمه. آره اون که به تاخت نمیره. آره وسط در واقع کنتر که میشه چارنل رفتن. و همین قدم آروم به قدم رفتن اون یورتمه است که میشه تراد. آره فکر کنم فرانسویه دیگه کلمش. آره احتمالا. خوب آب که از خاک تیر فش گردد هم به تدبیر خاک خوش گردد. مدل صافی کردن آب که از مثلا شن ردش میکنن که صاف بشه. شاه اگر مست خصم هوشیار است، شحنه گر خفته دزد بیدار است. چون سیاست زیاد شاه شود پادشاهی بر او تباه شود. از شهی کو سیاست انگیزد دشمن و دیو هر دو بگریزد. دیو باشد رعیت گستاخ چون گذاری نهند پای فراخ. جهد آن کن که از سیاست خیش نشکنی رونق ریاست خیش. نفریبی به آشنایی کس خود تیغ خود شناسی و بس. ببین همه اینا رو اون راسم روش داره به نایب شاه میگه، یعنی مثلا به سردار چیزاش حاجبانش، اون کسی که تیغ دستشه. خلاصه شهب امید ماست باده پرست، من قلم دارم و تو تیغ به دست. از تو قهر آید و ز من تدبیر، هر که گویم گرفتنیست بگیر. محتشم را به مال مالش کن، بیدرم را به خون سگالش کن. از پولا را پول بگیر، بی پولا را هم بکش. نیک و بد هر دو هست بر تو حلال، از بدان جان ستان ز نیکان مال. خواه جانم الان میخواد توضیح بده که چرا ما به این وزاریات افتاده بود، فلشبک زده. دقیقا میگه از وقتی این راست روش اومد شروع کرد به همدستی نایب شاه زدن و پول گرفتن از چیز که باعث کنید شاه بمونه و نگنج. دقیقا خار کن خلق را به جاه و به چیز، تا بمانی به چشم خلق عزیز. چون رعیت زبون و خار بود، ملک پیوسته برقرار بود. نایب شه ز روی سربستی، کرد با او به جور همدستی. به جفایی که او نمودش راه، جور می کرد بر رعیت شاه. تا به حدی که خاری از حد برد، هیچ کس را به هیچ کس نشمرد. در ستمکارگی پی افشردند، می گرفتند و خانه می بردند. در ده و شهر جز نفیر نبود، سخنی جز گرفت و گیر نبود. تا در آن مملکت به اندک سال، هیچ کس را نه ملک نه ملک ماند و نه مال. همه را راست روشن از کم و بیش، راست و روشن ستد به رشوت خیش. از زر و گوهر و غلام و کنیز، این میگه مال صامت و ناطق. از زر و گوهر و غلام و کنیز، در ولایت نماند کس را چیز. افتاد از کمی نه از بیشی، محتشم تر کسی به درویشی. این میگه آدمای پولدار به رفتن زیر خط فقر. آره به درویشی افتادن از کمی. یعنی مثلا فرض کن که تو اون پولدارم باشی، بعضی وقتا آرزوهات زیاد میشه، از کثرت آرزو احساس نداری میکنی. خب میگه اینا به درویشی افتادن نه از زیادی آرزو، از طرف کمی، یعنی واقعا فقیر شدن. خانداران ز جور خانه بران،
خانه خیش مانده بر دگران، شهری و لشکری ز جان به سطوح، همه آواره گشته کوه به کوه. در نواحی نه گاو ماند و نه کشت، دهر را کس فزالکی ننوشت. اون دیگه انقدر پول نداشتن که مثلا ته چیزشون، ته صفحه حساب کتابشون اون فزالک بنویسن برای جمع‌بندی. مثلا یه چیزی رو در نظر بگیرید که مثلا اموال یه نفر رو شماره میکنن، آخرش بنویسن که فزالکه، یعنی سر جمع اینقدر. یه آقا دخلشون دیگه کسی فزالکی هم ننوشت. چون ولایت خراب شد حالی، دخل شاه از خزانه شد خالی. جز وزیری که خانه بودش و گنج، حاصل کس نبود جز غم و رنج. شاه را چون به ساز کردن جنگ، گنج و لشکر نبود شد دلتنگ. منهیان را یکان یکان به درست، یک به یک حال آن خرابی جست. کس ز بیم وزیر عالم سوز، آنچه شب رفت وا نگفت به روز. جانم کس بیم وزیر عالم سوز، آنچه شب رفت وا نگفت به روز. هر کسی عذری از دروغ انگیخت، کین تو این دست گشت و آن بگریخت. بر زمین هیچ دخل و دانه نماند، لاجرم گنج در خزانه نماند. شد ز بی مکسبی و بی مالی، ملک شهر از معدیان خالی. گفتن آقا یکی حالا فقیر شد، یکی دیگه رفت، خلاصه چیز شد، مثلا کشت و زر مشکل شد. نگفتن که از ترس این یارو راست روشت ای به اونو نگفتن. و گفتن شاید شهر چو شفقت برد، فراز آیند بر عملهای خیش باز آیند. شاهران بهانه سیر نکرد، لیک بی وقت جنگ شیر نکرد. از بد گنبد جفا پیشه، کرد چندان که باید اندیشه. ره به سامان کار خیش نبرد، جهد خود با زمانه پیش نبرد. پس بعدی طولانیه؟ نه خیلی. ما این چیز رو کند پیش رفتیم چون شعرهای بهاریش سخت بود، این خیلی روونه. اندرز گرفتن بهرام از شبان. شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار، یک سواره برون شدی به شکار. سید کردی و شادمانه شدی، چون شدی شاد سوی خانه شدی. این عادت بهرام رو میگه. میگه بهرام هر وقتی که دلتنگ میشد یه نفره میرفت شکار، رو وقتی که خوب سید میکرد برمیگشت به سلام دهخانی، برمیگشت به اونه. چون شد آن روز غم انان گیرش، رغبت آمد به سوی نخجیرش. یک تن سوی سید رفت برون، تازه دل هم به خون بشوید خون. اون خون دلشو با خون شکار بشوره. کرد سیدی چنان که بودش رای، قصه را دست بست و غم را پای. چون ز سید پلنگ و شیر و گراز، خواست تا سوی خانه گردد باز. در تک و تاب زان که تاخته بود، مغزش از تشنگی گداخته بود. گرد بر گرد آن زمین بشتافت، آب تا بیش جست کمتر یافت. تشنش بود و آب پیدا نمی کرد. دید دودی چو اژدهای سیاه، سر برآورده در گرفتن ماه. کوه بر کوه پیچ پیچ کنان، بر صعود فلک بسیج کنان. گفت آن دود گرچه ز آتش خواست، از فروزندش آب باید خواست. چون بران دود رفت گامی چند، خرگهی دید برکشیده بلند. گله گوسفند سم تا گوش، گشته در آفتاب یخنی جوش. این یه گله گوسفند دید که اونا هم از گرما خلاصه به حال هلاک بودن. سگ آویخته ز شاخ درخت، بسته چون سنگ دست و پایش سخت. سگ گلم که اینجوری آویزون. سوی خرگاه را راند مرکب تیز، دید پیری چو صبح مهرنگیز. پیر چون دید مهمان برجست، به پرستشگری میان در بست. چون زمین مهمان پذیری کرد، واسمان را لگام گیری کرد. میگه مثل زمین که خیلی مهمون نوازه، اینم اومد به مهمون نوازی و لگام آسمون رو، یعنی
آسمون منظور شاه باشه، لگام اسب شاهو گرفت. اولش پیشکش درود آورد، وانگه از مرکبش فرود آورد. سلام کرد و از اسب پیادش کرد و هرچی در خانه داشت ماهزری، پیشش آورد و کرد لابگری. گفت شک نیست که این چنین خانی نیست در خورد چون تو مهمانی. لیک از آبادی این طرف دور است، آن اگر بی نواست معذور است. شه چودان پاره شبان را دید، شربتی آب خورد و دست کشید. گفت نان آنگهی خورم که نخست، زانچه پرسم خبر دهی به درست. کین سگ بسته مستمند، کین سگ بسته مستمند چراست؟ شیر خانه است، گرگ بند چراست؟ این همون کلمه گرگ بند که بالاتر هم داشتیم. پیر گفته جوان زیباروی، گویمت آنچه رفت موی به موی. این سگی بود پاسبان گله، من بدو کرده کار خیش یله. از وفاداری و امینی او، شاد بودم به هم نشینی او. که از گله دور داشتی همه سال، دوز را چنگ و گرگ را چنگال. من بدو داده هرز خانه خیش، خانده او را نسگ شبانه خیش. شبانه مثلا به طور عام نگهبان میشه دیگه، میگه آقا اصلا دیگه این چیز خلاصه پایگاهش خیلی بالاتر از سگ بود در چشم من، بادیگاردم وو به دندان و چنگ دشمن وو به دندان و چنگ دشمن سوز، بازوی آهنین من شب و روز. گر من از دشت رفتم ای سوی شهر، گله از پاس او گرفتی بهر. و شدی شغل من به شهر دراز، گله را او به خانه بردی باز. چند سالم یتاقداری کرد، راست بازی و راست کاری کرد. تا یکی روز بر صحیفه کار، گله را نقش برزدم به شمار. صحیفه کار مثلا همون کاغذی که روش حساب کتاب میکنن، یه اونجا اومد گله رو شمرد. 700 گوسفند کم دیدم، غلطم در حساب ترسیدم، گفتم من اشتباه کردم. بعد یک هفته چون شمردم باز، هم کم آمد به کس نگفتم باز. پاس می داشتم به رای و به هوش، در خطای کسم نیامد گوش. گرچه می داشتم به شبها پاس، نشدم هیچ شب حریف شناس. وان سگ آگاهتر به کار از من، پاسبانتر هزار بار از من. باز چون کردم آن شمار درست، هم کم آمد چنان که روز نخست. همه شب خاطرم به غم می بود، که از گله گوسفند کم می بود. ده ده و پنج پنج می پرداخت، چون یخی کوب آفتاب گداخت. حالا اون اولش که متوجه شد 7 کم بود، بعد همینجوری شروع کرد به کم شدن، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا کم شد مثل یخ که تو آفتاب گداخت، تا به حدی که عامل صدقات آنچه ماند از منش ستد به زکات. گله اونقدر کوچیک شد که اونم چیز اومد خلاصه مواله ولی فقی. آره چیزش چی میشه؟ اوقاف امور خیلی به من زکات برداشت برد، یعنی بیگله شد. زکات رو به چی میگرفتن؟ حتما میگرفتن دیگه. آره بابا عامل صدقات داشتن دیگه، میومده میگفته آقا زکاتت اینقدر شد. یعنی زکات میگرفتن میدارن به شاه مثلا؟ حالا یا به آخوند مثلا مرجع تقالیش شدن. در زمان ائمه که عامل داشتن در جای مختلف و صدقات و زکات اینا رو جمع میکردن میرسوندن به دست اون امام شیعه. نه اون آخه زوری نبود. ببین نه زوری نبود. این ظاهرا زوریه. افتادم من بیابانی از گله صاحبی به چوپانی. یعنی آقا کلن حالا بماند که زمان بهرام گور زک آره دیگه آره این زمان خود نظامیه که عامل صدقات زکات میگرفت. نه ولی شاید هم واقعا زرتشت موبدا میگرفتن به زور. حالا اگه میگرفتن از پیش زکات نبوده دیگه. حالا دیگه یه یک دهم دارن دیگه، مثل تقریبا شبیه زکات، یه چیزی شبیه عشریه داره زرتشتی هم.
ولی نمیدونم نسبتش بالاخره قاعدتاً سید خاصی ندارن که زکات بگیره، نمیدونم از کجاست. خمس هم سید خمسه. آره خمس سید، خمس ما سید. آره آره افتادم من بیابانی از گله صاحبی به چوپانی، یعنی کلن گلش از دست داد رفت چوپون مردم شد. نرم کردان غم درشت مرا، در جگر کار کرد و کشت مرا. گفتم این رخنه گرز چشم بد است، دستکار کدام دام و دده است. با سگی این چنین کشیری کرد، کیست که این آشنا دلیری کرد. تا یکی روز بر کناره آب، افته بودم در آمدم از خواب. همچنان سرنهاده بر سر چوب، دست و پایی کشیده بی آشوب. ماده گرگیز دور دیدم چست، آمد و شد سگش برابر سست. خواند سگ را به سگ زبانی خیش، سگ دویدش به مهربانی پیش. گرد او گشت و گرد می افشاند، گه دم و گه دبوس می جنباند. که دبوس هم که اینجا الله الله آره چیز مثلا تشبیه مدار عجیبیه برای عاقبت بر سرین گرد نشست. قام دل راند و رفت کار از دست. آمد و خفت و آرمید تنش، مهر حق و سکوت بر دهنش. گرگ چون رشوه داده بود ز پیش، جست حق القدوم خدمت خیش. گوسفندی قوی که سرگله بود، پایش از بار دنب آبله بود. برد و خوردش به کمترین نفسی، وین چنین رشوه خورده بود بسی. سگ ملعون به شهوتی که براند، گله ای را به دست گرگ بماند. گله ای را که کارسازی کرد، در سر کار عشق بازی کرد. چند نوبت معاف داشتمش، او خطا کرد و من گذاشتمش. تا هم آخر گرفتمش با گرگ، بستمش بر چنین خطای بزرگ. کردمش در شکنجه زندانی، تا کند بنده فرمانی. سگ من گرگ راهبند من است، بلکه قصاب گوسفند من است. بر امانت خیانتی بردوخت، وان امینی به خائنی بفروخت. رخصتان شد که تا نخواهد مرد، از چنین بند جان نخواهد. هر که با مجرمان چنین نکند، هیچ کس بر وی آفرین نکند. شاه بهرام از آن سخندانی، عبرتی برگرفت پنهانی. این سخن رمز بود چون دریافت، خورد چیزی و سوی شهر شتافت. گفت با خود که از این شبانه پیر، این شبانه یعنی همون شبان، اون یارو شبانه، شاهی آموختم زهی تدبیر. در نمودار آدمیت من شبانم، گله رعیت من. این که دستور تیز بین من است، در حفاظ گله امین من است. چون نماند اساس کار درست، از امین رخنه باز باید جست. تا بگوید که این خرابی چیست، اصل و بنیاد این خرابی کیست. چون به شهر آمد از گماشتگان، خواست مشروع بازداشتگان. لیست زندانیا رو خواست. چون در آن روزنامه کرد نگاه، روز بروی چون نامه گشت سیاه. دید سرگشته یک جهان مجروح، نام هر یک نوشته در مشروع. گفته در شهرهای ماتم و سور، کشتن از شهر شفاعت از دستور. آقا زندانی کرده بوده اینا رو، تو حکمشون نوشته آقا شاه گفته که اینو بکشید، دستور شفاعت کرده که حالا زندان بس. نام شهر را به جور بد کرده، نیکنامی به نام خود کرده. شاه دانست کانچه شیوه گریست، دزد خانه به قصد خانه بریست. چون سگی کو گله به گرگ سپرد، شیون انگیخت با شبانه کرد. خود سگان در سگی چنین باشند، بخروشند چون که بخراشند. مصلحت دید بازداشتنش، روزکی ده فرو گذاشتنش. گفت اگر مانمش به منصب خیش، کس به رفعش قلم نیارد پیش. چون زهشمت کنم درش را دور، در شب تیره به نماید نور. پس وزیر رو زندانی کرد، گفت یه 10 روزی هم حالا شما تو زندان باش،
تا اینکه بریم ازش بازجویی کنیم ببینیم چه غلطی داشتیم کرده. بفهم میگم اون اصطلاحش شیونن گیختن چقدر قشنگ بود، چون سگی گوگله به گوگ سپرد شیونن گیخت با شبانه کرد، با چوپونه شیون میانگیخت، یعنی که مثلا هارت میکرد، داد و بیداد میکرد، هارت و هورت میکرد، دروغ میگفت، یعنی پشت صحنه با گرگه چیز کرده بود، ساخته بود اونجوری. حالا دیگه همزمان با چوپون کرد شیون هم میکرد، شیون انگیخت. آره دقیقا فکر میکنم یعنی تخصصی این معنا رو بده، یعنی یه حالت ظاهرسازی کردن دروغ. چه جالب. آره من نمی‌دونم جای مشابهشه، ولی اینجا معنیش اینجوری به نظر میاد. برو با چی مثلا آهو انگیزی هم شیون انگیزیه. شیون انگیزی. آره اون بیت یکی مونده با آخر که میگه اگر مانمش به منصب خیش کسب رفعش قلم نیارد پیش، نم اشاره به همون اوله که منهی ها از ترس این میترسیدن که بگن قضیه چیه دیگه. میگه از این رفعت و جلالی که این عنوان وزیر داره کسی جرات نمیکنه راپورت بده. از حشمت دورش کنیم تا حالا تازه ملت زبونشون باش. سمزگر قربان شما. مرسی.